درود و صبح بخیر خدمت شما دوستای عزیز و گلم، وقتتون بخیر باشه. انشالله اومدیم در رابطه با این ویدیو. اولا خیلی مهمه. چرا؟ علتشو میخوام براتون بگم. به خاطر اینکه تا حالا چند تا نکته در رابطه با ترمیم رو به هیچ عنوان نگفتیم و جدید میخوایم بگیم، چون پیگیری کردیم و کلی نکته های دیگه در رابطه با امتحان نهایی و این تایمی که تا کنکور باقی مونده. چون میگم بهتون، کسایی که مخصوصا این ویدیوهای 7-8 روز آخر رو نگاه بکنن خیلی به نفعشون خواهد شد. ممکنه موضوع یه چیز دیگه باشه و من 8 دقیقه ویدیو بسازم، دقیقه 7 یه صحبتی بکنم که متحول بشه کنکورت، کاملا متحول بشه. پس سعی بکن ویدیوها رو تا آخر ببینی که به نفعت خواهد بود 100%. خب بچه‌ها، اولین نکته‌ای که میخوام بگم از چندین مورد و نکته‌ای که وجود داره در رابطه با قانون غیبت توی امتحان نهایی، بچه‌ها حواستون باشه، اگر امتحان نهایی دارید و غیبت بکنید 0 براتون در نظر گرفته میشه، غیبتی که موجه نباشه. اما اگر غیبتی که موجه باشه، با همکاری مدیر مدرسه میشه یه کاریش کرد که بعدن دوباره امتحان بدید و 0 براتون در نظر گرفته نشه. ولی تا حد امکان سعی کنید غیبت نکنید. چرا؟ به خاطر اینکه دیپلمتون عقب میفته. اما بریم سراغ ترمیم معدل، چون بحث اصلی ما در رابطه با ترمیم معدل هستش. حالا کسایی که میخوان ترمیم بدن، بذارید اینطوری براتون بگم. تا قبل از این بچه‌ها هر وقت سوال میپرسیدن که میتونیم چند تا از درس ها رو بندازیم سال بعد، ما سال بعد کنکورش رو داریم، ما میگفتیم نه، اگه امکانش هست خب همشو یه جا بدید. با این که آموزش پرورش گفته برای هر درس و برای هر عنوان درسی یک بار فرصت ترمیمه، شما همشو یه جا بدید که بعدن اگه مشکلی خاص به وجود بیاد برای شما نیاد. اما من دوباره با سنجش ارتباط گرفتم، با آموزش پرورش یکی دوتا مسئولشون صحبت کردم، گفتن نه، مشکلی وجود نداره. یعنی بچه ها میتونن به ازای هر عنوان درسی، نه به ازای هر مقطع و پایه، در واقع بیان و ترمیم خودشون رو انجام بدن. مثلا 10 تا کتاب درسیه، میتونن 5 تاشو امسال ترمیم بکنن که فقط توی خرداد این امکان وجود داره، باید برنامه ریزی درستی انجام بدی، و 5 تای دیگر رو هم بندازی برای سال آینده. پس فرصت ثبت نام به ازای هر بار ترمیم درسی هستش، که البته ما اینو گفته بودیم به بچه‌ها، منتها این بار با پیگیری های کامل تری این اتفاق افتاد که بخوایم قانون رو براتون در واقع توضیح بدیم. و صرفا بچه ها هم که دیگه خب همتون میدونید مجاز به یک بار ایجاد سابقه تحصیلی، یعنی امتحانات خرداد هستن، و یک بار هم ترمیم معدل، به جز امسال که کسایی که قبلا ترمیم کرده بودن میتونن دوباره ترمیم بکنن. حالا منتظر فردا باید باشیم که ببینیم فرایند ترمیم معدل چطور میشه. هفته بعد هفته بسیار بسیار پرخبری خواهد بود 100%. هفته بسیار بسیار سختی هم خواهد بود، چون من دانشگاهم اکثر تایما و مخصوصا شنبه که خیلی طولانی تره. امیدوارم که حالا شنبه اگه قرار اطلاعاتی بیاد دیگه از بعد از ظهر بیاد واقعا، چون از صبح من نیستم. البته صبح تا 9-9:30 هستم و بعدش نیستم، کلا تا 4-5. بعد خلاصه این که در واقع خبرهای نهایی توی هفته آینده میاد در رابطه با ترمیم معدل، نحوه ثبت نامش. 10 روز فرصت هست، عجله نکنید، نگران به خدا نباشید، مشکلی وجود نداره. و در رابطه با انتخاب رشته فرهنگیان و حتی ویرایش کنکورها هم احتمال زیاد خبرهایی رو بیاد و به دستمون برسونید. حالا نکته بعدی که وجود داره در رابطه با کنکورتون میخواستم بهتون بگم، توی چنل تلگرام من یه سری وایس ها رو گذاشته بودم در رابطه با اینکه این هفته پایانی کنکور رو چیکار کنی. توی یوتیوب که 2 تا ویدیو کامل ازش گذاشته بودم که کل موضوع این بود که لطفاً بچه‌ها همت به خرج بدن و این هفته رو مرورهای کامل رو انجام بدن، یعنی آزمون‌ها رو مرور بکنن، درس‌های قبلی رو مرور بکنن و به صورت کامل. حالا یه خبر دیگه که برای بچه‌ها دارم اینجا اینه که کسی که این ویدیو رو تا آخر ببینه خب و یه دونه قلب بنفش برای من بذاره،
اسمش هم ثبت میشه تا ثانیه آخر، یعنی زمانی که دیگه ویدیو خودش تموم بشه. به تقریبا 8 نفر از بچه ها پادکست موفقیت کنکوری رو میدیم، یعنی به صورت یه قرعه کشی ماننده که هر دو روز قرعه کشی میکنیم، یعنی یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه، که پنج شنبه خب طبیعتا به درد اون کسایی میخوره که چیزن جمعه کنکور دارن، ولی این پادکست رو شما دریافت بکنی حداقل میتونی توی اون 4-5 روز باقی مونده یه سری کارا رو انجام بدی که خب ارزشش به مبلغ 200 تا 500 هزار تومن هستش. و این خبرم گفتم بهتون بدم در رابطه با این مورد. یه لحظه وایسید. خب دوستای عزیز، نکته آخر خیلی مهمه. خب یه نکته فوق‌العاده‌ای هستش که میخواستم بهتون بگم که سر جلسه حالتون بد نشه. کسایی که فکر میکنن خیلی اوکی هن، حالشون بد نمیشه، اما ممکنه با یه ریسک کوچیک کل آزمون و کنکورتون رو از دست بدید. بچه ها از 2 روز قبل یا 3 روز قبل از آزمونتون به هیچ عنوان غذای سنگین نخورید، به هیچ عنوان مایعاتی مثل نوشابه، مثل دلستر، مثل چه میدونم، آره اینایی که گازدار هستن به هیچ عنوان مصرف نکنید. خب به هیچ عنوان. و چرا اینو دارم میگم؟ به خاطر اینکه دقت کردی زمانی که بری سر جلسه به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه استرس میگیرد، این قسمت پایین دلت کلن استرس میگیره تو رو و خیلی ممکنه دشوار باشه برات که بتونی تحملش بکنی، یعنی استرس میاد و میره. توی خیلی از بچه ها این اتفاق افتاده، حتی برای کسایی که فکر میکردن که اتفاق نمیفته، ولی خب اتفاق میفته. حواستون باشه، میگم یه ریسک کوچیک به ازای یک سال تلاش و کنکور ممکنه به قیمت اون، به قیمت از دست رفتن اون بیفته. پس حواستون باشه، چون این دل دردی که این استرسی که براتون بیاد، اگر معده شما پر باشه از شب قبل یا حتی از 2 شب قبل، حواستون باشه چی دارم میگم، استرسی که وارد میشه باعث حرکت‌هایی در معده و روده شما خواهد شد و به خاطر همون به شدت احساس میکنید که نیاز دارید برید دستشویی. به شدت، یعنی حتی اگه برید هم باز خوب نمیشه، چون تأثیراتش همچنان باقی مونده. اون دل درد و استرس میتونه شما رو از کنکور بندازه. پس لطفاً و خواهشاً این کاری که بهتون میگم رو بخورید، سعی کنید بکنید. سعی کنید که روز آخر، یعنی اون شبی که فرداش کنکور دارید، ترجیحاً صبحانه خیلی مقوی و محدود و کم باشه، مثلا یه دونه تخم مرغ. خب ناهار اگه خواستید بخورید، اگه قبلاً یک بشقاب پر از هر چیزی میخوردی، الان بکنیش نصف بشقاب. و شام رو هم 100% سالاد مصرف بکن. هر کاری میکنی، هر چیزی که میخوری، هر کاری که قبلا میکردی، اون شب آخر رو شامش رو سالاد بخور 100%. گوجه بیار، چه میدونم خیار بیار، هر کاری که دوست داری بکن، ولی سالاد بخور. اونم نه خیلی زیادا، مثلا یه بشقاب پر 2 طبقه سالاد درست کنی، نه، خیلی محدود مصرف کن. خب خیلی محدود. و اگه پروتئین هم داری که 100% پروتئین بخور، یعنی حالا میگم شاید بدنساز داشته باشیم اینجا پروتئین کاله، میتونی یه اسکوپ بزنی بخوری که فوق العاده هستش برای اون تایمت، که صبحانه هم میتونی مصرفش بکنی. حالا روز قبل ترش، یعنی 2 روز قبل از این که بخوای بری کنکور بدی، اون تایم هم دقیقا همین روتین رو تکرار بکن، من تا میتونی یک مقدار از هر مورد بیشتر بخوری. پس حواستون باشه که غذای سنگین مزخرفی میکنن. پس حواستون باشه که بچه ها که 2 شب قبل به هیچ عنوان، 2-3 شب قبل، 3 شب تا 1 شب قبل هیچ غذای سنگینی مصرف نمی کنید، غذاهای پرکالوری مصرف نمی کنید، مثلا برنج خیلی زیاد، گوشت خیلی زیاد، مرغ خیلی زیاد یا نون خیلی زیاد. نون خیلی تأثیر داره. به هیچ عنوان غذاهای سنگین مصرف نمی کنید که اگه خواستید برید سر جلسه. چرا اینو میگم؟ چون زمانی که غذای سبک بخوری یا مقوی بخوری، بدن با همون غذا خودشو پاکسازی میکنه و شما 6 ساعت بعد احتیاج به دستشویی پیدا میکنید و خیلی هم اوکی همه چیز. اما وقتی سنگین بخورید، مثلا نهار سنگین، شام سنگین، روز بعد بدن اینا خیلی طول میکشه که هضم بشه. زمانی که به روده شما برسه
و از معده حرکت بکنه، استرس هایی که دارید باعث تحریک دیواره های روده و معده میشه و هر آنچه که خوردید رو میخواد سر جلسه کنکور خالی بکنه و پاکسازی انجام بده. پس این مورد رو بهتون جدی میگم، حواستون باشه رودست نخورید از این استرس ها و غذاهایی که دارید مصرف میکنید. کم کم بخورید که بعدا خیلی بدن خیلی زود بتونه اونا رو در واقع پاکسازی بکنه و خارج بکنه. در کل این بود از ویدیو امروز. مراقب خودتون باشید. یا علی.